بعضی وقتا توی مدارمون نیاز به یک مقاومت با مقدار خاص داریم که اون مقاومت با اون مقدار رو توی کارگاهمون یا در دسترسمون نداریم. توی این شرایط باید چه کار بکنیم؟ موقعی که با مدارات الکترونیکی کار میکنی خیلی پیش میاد که نیاز به یک مقاومت با یک مقدار خاص داشته باشی، مثلا 120 اوم. مخصوصا توی مدارات آنالوگ خیلی پیش میاد، چون ما توی مدارات آنالوگ خیلی وسواس داریم روی مقدار مقاومت ها و خازن ها. توی مدارات دیجیتالی کمتر این وسواس وجود داره، مثلا جایی یه مقاومت پول آپ میذاریم مثلا 10 کیلو، به جاش 4.7 بذاریم کارمون راه میفته، حداقل اون مدار رو میتونیم تست بکنیم و نتیجه رو ببینیم. ولی توی مدارات آنالوگ اینطوری نیست، یعنی شما باید حتما اون مقدار مقاومت رو به صورت صحیح قرار بدید تا مدارتون به صورت صحیح کار بکنه. حالا فرض کنید که این مقدار مقاومت رو شما توی کارگاهتون ندارید، یا اصلا این مقدار مقاومت اصلا تولید نشده. فرض کنید یک مقدار پرتی هست که کارخونه ها اون مقدار رو تولید نکردند. خب یا این که اصلا تولید کردن شما فرصتش رو نداری، مثلا نصف شبه و شما نمیتونی که از کارگاهت خارج بشی، همه جا بسته است، یا اصلا بیای از سایت های اینترنتی سفارش بدی و این بالاخره به مشکل برمیخوری، یا اینکه مجبوری که مدارتو بذاری کنار بمونه تا اون مقاومت بیاد برسه دستت و کارت رو ادامه بدی. خب در این شرایط شما میتونید که از مقاومت های دیگه که توی کارگاهت هست این مقاومت رو بسازی. چه شکلی؟ با سری و موازی کردن مقاومت ها. فرض کن توی کارگاهت شما مقاومت 500 اوهمی داری و 40 اوهمی هم داری، میخوای 120 داشته باشی. اینو در نظر داشته باشید که این مقاومت هایی که ما میگیم تولرانس دارن، یعنی این که مثلا یه مقاومت 500 اوهمی اگر شما داشته باشید توی کارگاهتون، اون 500 نیست، یه 5% 10% بالا پایین داره بر اساس اون نوار آخری که هست، طلایی و نقره‌ای که برای مقاومت ها هست، اون مقدار تولرانسش رو نشون میده. یه مثلا 40 اوهمی دقیقاً 40 نیست، بالا پایین هم میشن. حالا ما از اینها صرف نظر میکنیم و اینها رو در نظر نمیگیریم. خب ببین، اگر شما بخوای که دوتا مقاومت رو سری بکنی، مقدارش با هم جمع میشه، اگر با هم موازی کنی مقدارش با یک فرمول دیگه حساب میشه که کمتر میشه مقدارش. مثلا ببین، برای تولید این 120 اوهمی شما میتونی 3 تا 40 اوهمی رو با هم سری بکنی، مقدارشون جمع بشه. پس به این شکل، ببینید سری کردن چند تا المان، مثلا المان های دو پایه رو ما سری میکنیم، مثلا 3 پایه باشه دیگه اصلا سری کردن معنی پیدا نمیکنه. المان دو پایه وقتی با هم سری ان که فقط توی یکی از پایه ها با هم مشترک باشن و به هم چسبیده باشن. این المان، ببین مقاومتی که دارین، فرض کن پایه هاش رو اینجا میکشم، این دوتا پایه هم برای این یکی مقاومت باشه، این دوتا هم برای این یکی. ببین این مقاومت و این مقاومت فقط توی یه پایهشون به هم وصلن، اون یکی به هم وصل نیست، پس اینا با هم سرین. این دوتا مقاومت هم به این شکل، فقط دوتا از پایه هاشون به هم وصلن و اون یکی ها به هم وصل نیستن، پس اینا هم با هم سرین. خب دوتا المان سری که به هم چسبیدن هر سه تا با هم سری میشن، در واقع اینا با هم سری هستن. در این حالت مقدار مقاومت ها با هم جمع میشه، R1 باشه، این R2 و R3. جمع کلش رو میگیم که یک مقاومت معادل RT، R توتال داره که مقدارشون با هم جمع میشه، R1 به اضافه R2 به اضافه R3 مساوی R1 به اضافه R2 به اضافه R3. چه نتیجه میگیری؟ ما 120 میخوایم، 40 هم که داریم، اگر 3 تا 40 داشته باشیم ما میتونیم اینا رو با هم سری بکنیم و همون 120 اوهمی رو به دست بیاریم. خب این از این. وقتی که دو تا مقاومت رو با هم موازی میکنی به این شکل در میاد. ببین R1 و R2 دو تا المان دو پایه وقتی با هم موازی هستن که در دو پایه به هم وصل باشن، یعنی ببین این پایه اولشه، پایه دوم، پایه اول، پایه دوم، این دو تا به هم وصلن، این دو تا هم به هم وصلن، پس این دو تا مقاومت با هم سری هستن. در این حالت مقاومت معادلشون RT مساوی میشه با، به این شکل بگیم
یک بر آر تی مساوی یک بر آر یک به اضافه یک بر آر دو. به این شکل در میاد. توی تصویر دیده نمیشه، بذارید من بالاتر بکشم اینو. آره تی مساوی یک بر آر تی مساوی یک بر آر یک به اضافه یک بر آر دو. اینو حساب بکنید آر تی به دست میاد. خب در واقع آره توتالشون به دست میاد. یه نکته هم داره، اگر مقاومت هایی که با هم سری باشن، سری موازی شدن، مقدار اهم یکسانی داشته باشن، مقدار اهم توتال میشه تقسیم بر تعدادشون. مثلا فرض کن اگر این 100 باشه اینم 100 باشه، چون مقدارشون با هم برابر هست، یه دونه 100 اهم با 100 اهم جمع شده، در واقع سری شده، عذرخواهی میکنم، موازی شده، در این حالت آره توتالمون میشه همون مقاومت تقسیم بر تعداد. تعداد چند تاست؟ دو تاست. 100 تقسیم بر 2 میشه 50 اوم. حالا اگر 3 تا 100 اوم باشه 100 سوم، 4 تا باشه میشه 100 چهارم، میشه 25 اوم. خب از این استفاده کنم، فرض کن توی کارگاهت این 120 اوم رو میخوای بسازی، با 40 اوم میتونستی، ولی تو کارگاهت فقط 2 تا 40 اوم داری. فرض کن فقط 2 تا 40 اوم داری، در این حالت چیکار میکنی؟ 500 اوم هم که داشتی. من پیشنهاد میکنم در این حالت بیای، در این حالت بیای از این مدار استفاده بکنی. بذار من اینو توضیح بدم. 5 تا 500 اوهمی رو با هم موازی کردم، مقدار معادلش چقدر میشه؟ 500 تقسیم بر 5 میشه 100 اوهم. در واقع اینجا شده 100 اوهم. دو تا 40 با هم موازی کردم، اینجا میشه معادل 20 اوم. 100 به اضافه 20، چون اینا با هم سری شدن، این قسمت با این قسمت سری شده، این 100 اینم 20 با هم میشن 120. در واقع این مدار معادلش میشه 120 اوم. من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. حالا یکم حالا این مثالمون ساده بود، برای مثالهای پیچیده تر هم دقیقا از همین روال میتونید استفاده بکنید. امیدوارم که موفق و معید.